سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که مثل همیشه حالتون خوب باشه. ما امروز اومدیم به خیابون میرداماد تهران نزدیک به میدون ونک و اینجا هم مجتمع کامپیوتر پایتخته که یکی از قدیمی ترین و معتبرترین مرکز خرید فروش کامپیوتر و لوازم جانبیش توی تهران. میخواییم طبق قولی که بهتون دادیم هم اینجا رو به عنوان یک مرکز خرید و فروش کامپیوتر بهتون معرفی کنیم و همین که قیمت یک سری از لپتاپ ها رو بهتون بگیم. مجتمع کامپیوتر پایتخت چند تا طبقه داره که زیر همکف طبقه اول و دوم و سومه. توی سال 1374 با 210 تا واحد تجاری و 97 تا واحد اداری افتتاح شدش. تو سال 1389 یعنی حدود 11 سال پیش هم به عنوان برترین مرکز خرید و فروش کامپیوتر توی ایران انتخاب شد. شما میتونید توی این مجتمع کامپیوتر پایتخت از لپتاپ گرفته تا گوشی‌های همراه، دوربین و لوازم جانبیش، کنسول‌های بازی مثل PS4، PS5، بازی‌های کامپیوتری، کامپیوتر، لوازم جانبیش رو ببینید و اگه نیازتون بود بخرید. همونطور که میبینید تنوع کالایی بالایی داره. ساعت کارش هم از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 9:30 شب به غیر تعطیلات رسمی و روز جمعه ها، یعنی اینجا از شنبه ها بازه تا پنج شنبه ها. برای اینکه به اینجا بیاین هم میتونید از مترو استفاده کنید، هم از اتوبوس و تاکسی و ماشین شخصی. اگه از مترو میخواین استفاده کنید، بهترین مسیرش اینه که تو خط 1 مترو تهران تو ایستگاه میرداماد از قطار پیاده بشین و سوار تاکسی هایی که به سمت خیابون ولیعصر میاد بشید. اگر از اتوبوس استفاده میکنید، بهترین مسیرش استفاده از اتوبوس های تندرو یا بیارتی خط راه آهن تجریش هستش که باید ایستگاه میرداماد پیاده شید. اگر از تاکسی ماشین هم استفاده میکنید که باید از سمت میدان ونک یا خیابون میرداماد به مجتمع کامپیوتر پایتخت برسید. خب برسیم به قیمت‌ها. چون قیمت‌ها تو ایران به دلیل تورم ثابت نیستن، برای همین ممکنه که هر چند روز یک بار تغییر کنن. برای همین خیلی از فروشگاهی که می‌خواستیم بریم بگیریم قیمت روی وسایل خودشون مثلا روی لپتاپ نداشتن. برای همین من از قبل قیمت یک سری از کالاها رو گرفتم که اینجا بهتون میگم. از برند اپل شروع کنیم. قیمت مکبوک ایر 2020 13 اینچش که ظرفیت 256 گیگ داشته باشه الان 33,240,000 تومان بود که به دلار بخوام بگم 1100 دلار میشه حدودا. مدل مکبوک پرو 2020 13 اینچ با ظرفیت 256 گیگ 40,700,000 تومان بود که حدود 1350 دلار میشه. مثلا همین مکبوک پرو با ظرفیت 512 گیگابایت 44,500,000 تومان بود که میشه حدود 1480 دلار.
قیمت آیمک 2021 هم که ظرفیت 1 ترابایت داشته باشه 81 میلیون تومان بود که حدود 2700 دلار میشه. دوستای عزیزم حتما تو قسمت کامنت ها برامون بنویسید که تو شهرتون، تو کشورتون قیمت لپتاپ های اپل بالاتر از ایرانه یا اینکه پایین‌تر از ایرانه یا حدود چه قیمتیه. این هم نمای طبقه دومه که بذارید من از پایین هم براتون اینجا بگیرم که ببینید. کلن از نظر شیک بودن پاساج شیکی نیستش، اونم به خاطر اینی که گفتم قدیمیه، ولی خب یکی از بهترین جاهاست که میتونید هر چیزی رو اینجا پیدا کنید. من اگه به تهران اومدین اینجا یکی از بهترین جاهاست برای حالا خرید کامپیوتر و لوازم جانبیش و وسایل دیگه. خب برسیم به لپتاپ های برند ایسوس. برند ایسوس مدل های خیلی زیادی تو بازار لپتاپ داره، برای همین من از ارزون ترینش تا گرون ترینش رو رفتم دیدم. اینه که کمترین قیمتی که لپتاپ ایسوس داشت حدود 6 میلیون و 500 هزار تومان بود که حدود 216 دلار بود، یعنی از این قیمت ها شروع میشه، تا مدل گیمینگش که حدود 90 میلیون تومان بود که حدود 3000 دلار میشه توی ایران قیمت داشت. مثلا قیمت لپتاپ ایسوس مدل ویوا بوک پرو که مدل M7600QE L2015 باشه حدود 45 میلیون تومان بود که به دلار بخوایم بگیم میشه حدود 1500 دلار. خب دوستای عزیزم خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو همراه بودید، خیلی ممنون که ما حمایت میکنید، امیدوارم که این ویدیو به درد شما خورده باشه. ما دستمون یه خورده بسته بود برای اینکه قیمت‌های زیادی رو تو این ویدیو بهتون بگیم، ولی امیدوارم که همین قیمت‌هایی که از برندهای اپل و ایسوس بهتون گفتیم تونسته باشه یک حدود قیمتی به شما داده باشه که تو ایران وسایل کامپیوتر یا لپتاپ حدود چه قیمتیه. خیلی ممنون میشم که نظرتون رو راجع به این قیمت رو به ما تو قسمت کامنت ها بگین. مثل همیشه شاد باشین و مواظب خودتون باشین. تا ویدیوی بعدی خداحافظ.